مقامات امنیتی روسیه حضور داعش را در افغانستان تهدید جهانی می‌دانند. سرگی شایکو وزیر دفاع روسیه گفته است که فعالیت‌های داعش در افغانستان زیاد شده و این می‌تواند تهدید جدی برای کشورهای منطقه و جهان محسوب گردد. آیا داعش خطر جدی‌تر نسبت به طالبان و گروه‌های دیگر تروریستی به کشورهای منطقه و جهان در افغانستان به شمار می‌رود؟ این برنامه خط کابل روی همین موضوع است. سلام و وقت بخیر. مهمانانم در برنامه آقای رفیع‌الله گل افغان، عضو پیشین مجلس سنا، و آقای سخی محمدی، استاد دانشگاه با ما هستند. خوش آمدید مهمانان گرامی. گل افغان صاحب، با شما آغاز میکنیم. آیا واقعا داعش خطر جدیتر نسبت به گروه های تروریستی دیگر در افغانستان و نسبت به طالبان به شمار میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به مهمان ما و به بیننده هایی که تلویزیون خورشید تماشا میکنند. البته داعش، شما سعی کنید تقریبا دو سال میشه که زمزمش در افغانستان است. داعش یک تهدید جدی به جامعه جهانی، به تمام جهان بوده و است. ما و شما شاهد ازی هستیم که داعش حضورش از عراق و سوریه حضور کردن، جنایات یا هدفهای شوم از یا به تمام جهان برملا شده. روسا مستقیم مداخله در سوریه کردن به خاطر داعش، که داعش یک تهدید جدی به تمام جهان خصوصا به خود میدن. امروز در افغانستان شایعات یا افواهات هم است که داعش حضورش آهسته آهسته در زمستان در تمام ولایات طور کم افواهات است که پیدا شده و میخوان در زمستان امسال خود تجهیز بکنن و جا به جا شوند، که واقعا این نه تنها به روسیه بلکه به مردم افغانستان، به منطقه، به همش قابل تشویش است. و امروز داعش در افغانستان اگر داخل شود، افغانستان نقطه است که تمام جهان میتونه از تهدید بکنه و کشورهایی که مبارزه با داعش یا تروریسم میکنن صادقانه با افغانستان استاد شوند، که ما بتانیم دفع بکنیم و یار نمانیم که رشد بکنه نابود شود. به عوض از این که گل افغان صاحب، آن چیزی را که وزیر دفاع روسیه گفتن که افغانستان، داعش در افغانستان تهدید بر منطقه و جهان محسوب میشه، جهان چطور از افغانستان و منطقه را چطور از افغانستان خواستن تا توسط داعش تهدیدش زیادتر برملا بسازن؟ شما سعی کنید، داعش یک پروژه بود که از هیچ کس ششم پوشی کردن نمیتونه و داخل شدن در افغانستان یا حضوری در افغانستان هم یک پروژه از سطح افغانستان بالاست پروژه بوده و روسا طبعا تشویش میکنن، روسا خطر احساس میکنن و روسا به عوض اعلامیه میتن باید با حکومت افغانستان هم کار شوند تا بتانیم واقعا جدی علیه یا مبارزه بکنیم و یا را نابود کنیم. اگر یا و دامنگیر شدن در افغانستان و تمام ولایت افغانستان باز دامنه جنگ کلان میشه، ما با او سوالاتی که امروز میتونیم باز در او وقت نمیتونیم که یا را تار مار بکنیم. دیگه خواهش ما از جامعه جهانی، خصوصا کشورهایی که نزدیک به افغانستان هستند که تهدید متوجهشان است، باید دست به کار شوند که ما تا بتانیم مبارزه جدی خود را احیا بکنیم. آقای محمدی، آن چیز را که سوال اولم از آقای گل افغان بود، واقعا تهدید داعش در افغانستان میتونه بر منطقه و جهان تأثیر گذار باشه؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما میمونه برنامه و بیننده محترم تلویزیون. من فکر میکنم داعش یک تهدید هست، خصوصا در مقابل منافع روسها در منطقه به چند دلیل. یک، داعش یک پدیده فراملی در داخل افغانستان هست، برعکس طالبا یک خب، پدیده القاعده هم خوب شمار میره یک پروژه جهانی یا یک خطر جهانی. ببینین، القاعده هم مانند داعش یک پدیده فراملی بود، محدود به یک مرز و مرزهای جغرافیایی خاص نبود، در حالی که طالب ها بیشتر اهداف خود متمرکز ساختن در داخل افغانستان. الزاماً تا حال تهدیدی را نه به شکل بالقوه و نه به شکل بالفعل متوجه کشورهای منطقه و فراتر از او نساختن، هرچند حمایتشان از القاعده باعث شد که در لیست سیاه کشورهای مانند امریکا، سازمان ملل متحد و از قبیل قرار بگیرن، اما عملا به شکل جدی تهدید نبودند در مقابل منافع کلان خصوصا کشورهای قدرتمند منطقه مانند روسیه. دو، روسها عملا با داعش در سوریه در حال جنگ هستند و بزرگترین چالش را در مقابل داعش روسها ایجاد کردند. طبیعتا داعش اگر بخواهد انتقام بگیره از روسها، مطمئنا افغانستان بهترین آدرس برای داعش است. سه،
با توجه حالا با شرایطی که افغانستان داره، حالا شرایط اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک فکری در که حاکم بر در جامعه افغانستان است، من فکر میکنم یک اندازه زمینه را مساعد بسازه برای داعش، جایی که بهتر و آسانتر و یک سهولت خوبتر بتانه سربازگیری بکنه در داخل افغانستان. جناب محمدی صاحب، یک بار روسا در گزارش نشر میکنند که ما دیگر با ناتو همکاری نمیکنیم در ارتباط افغانستان و همکاری های ما قطع، به خاطر که همکاری های ما را محدود ساخته ناتو، ما دیگر همکاری نداریم. از یک سوی دیگر میگن که داعش خطر جدی است و باید مبارزه جهانی صورت بگیره و این خطر از افغانستان محو شود. این پیام های متواتر ضد نقیص چرا از طرف روس؟ من فکر میکنم هر دوی این اقدام یک هدف مشخص را تامین میکنه. روس ها میخوان که سیاست فعالتر را در منطقه تعقیب بکنند و در امتداد تعقیب این سیاست فعال میخواین به نحوی بسیج بکنند جامعه جهانی را و حداقل افکار عامه در سطح جهان را در امتداد هدفی که خودشان برای خود تعیین کردند. روس ها مانند اکثریت قدرت های بزرگ در سطح جهان برای توسعه نفوذ خودشان در اقصا نقاط جهان ضرورت به یک هدف دارن، هدفی را که با تعقیب و گریز از او بتانه زمینی برای توسعه نفوذ ایار را مساعد بسازن. من حالا فکر میکنم که روس ها در صدد ایجاد همچین یک هدف، ولو بیشتر این هدف فرضی باشه تا واقعی، در صدد ایجاد همچین یک هدف هستن تا بتانن زمینی توسعه نفوذ خودشان را خصوصا در منطقه که او را بیشتر به نوع حوزه تحت نفوذ خود به شکل سنتی قلم داد میکنن، بتانن نفوذ خود را گسترش بدن. سپاس از شما جناب گل افغان صاحب. خب داعش خطر است محسوس در افغانستان و مقامات امنیتی روس هم شکایت و تهدیدی که گفتن بر منطقه و جهان هر آن چیز است که ما در بعض از ولایت عملا در جنگ با داعش هستیم. از حکومت مردای افغانستان، کسانی که در زعمای کشور است، توقع چیست؟ از جامعه جهانی که در افغانستان فعلا حضور دارند، حمایه نظامی دارند و میخواهند که در ارتباط محو گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت داشته باشند، حکومت مردان باید چیگونه کار کرده در پیش بگیرند و چیگونه باید همکاری ها را در سطح منطقه انکشاف بدن تا بتانند در ارتباط این پدیده ای که در افغانستان فعلا حضور داره جنگ برابر داشته باشند و در محو نابودی از او کوشش کنند؟ شما سعی کنه ما و شما شاهد مثالی که پشت سر میگذرانیم، در فصل گرما شدیدترین جنگ بود در افغانستان در ولایات مختلف ما که نیروهای امنیتی ما قربانی زیاد دادن ولی دستاوردی وجود نداشت. ما نسبت به سال گذشته، سالی که پیش رو دارم، ببینید بسیار جاها را دست دادیم، بسیار ولسوالی ها را دست دادیم، حتی تا شهرها سقوط کرد، دست به دست شد که همش از بی‌توجهی حکومت مرکزی است یا کسی که مسئولیت داره در رأس از سر علاقمندان که بگویم رئیس صاحب جمهور است. اصلا اما استراتژی درست در قبال مسائل امنیتی و جنگ و برنامه هیچ وجود نداره. امروز شما سعی کنید قندوز، ما یک مثال میتم، فقط شهر آزاد کردن و سرک قیر چهار اطرافش هم طالبا و تروریست کلش هستن و میخوان خود قوی تر بسازن، مواضع خود مستحکم تر بسازن، تجهیز خود بکنن. باز همه هوا گرم شد و نمو مشکل است و صدای صلح بلند می صلح به این معنا نیست که ما خاموش بشینیم. فصل جنگ است، ما باید یارا تعقیب بکنیم تا نابود شوند، گم شوند. هیچ تا هنوز ما ندیدیم که یا برنامه یا استراتژی در این داشته باشه هلمند همچنان و دیگه ولایت های ما. در حوزه شرق جنگ های در برابر گروه داعش صورت گرفت، هر بار همان چیزی که شما گفتین نتایج مثمره که آن چیزی که گزارش شد نتایج مثمر نداشت، بازم ساحات تحت نفوذ تا گروه داعش است و بازم شکایت های خیلی زیاد مردمی وجود داره، روز گزارش ها از آکی است. پس این نوع استراتژی هایی که باید منظم ساخته شود در ارتباط جنگ در افغانستان، بخصوص در ارتباط گروه داعش یا گروه نوتاسیس افراطی در افغانستان، باید دولت مردان چی کارهایی را روی دست داشته باشند؟ و هنوز ما و شما شاهد عزیزیم که داعش حضور در افغانستان داره، با اندازه طالبا یا توریستا قوی نبوده. تا هنوز جنگ های جبهه جز در ننگرهار ما و شما در دیگه ولایت شاهد از این نبودیم و حالا میخوان در از تگذاری که اگر ما نتانیم کار کنیم، ما میایم دمون نقطه که آهستا آهستا میخوان که وسط بتن و آهستا آهستا شروع بکنن به مبارزات یا به هدفی که دارن برسن.
مشکل اساسی ما در دولت مردای ما، در بزرگای ما ایست که ما نتانستیم تا هنوز مدیریت درست اصلا وجود نداره. یک قسم بی‌پروا اقدام میکنیم، حتی تو فکر نمیکنیم که همی دشمن خاک ماست، دشمن همین نظام است. همیشه تا پیشتر میگفتیم جنگای چریکی، حالا جبهی جنگ میکنن. معلومدار است نقطهشان جنگای جبهی شروع شده علیه همین نظام موجود و به کفایتی و به تفاوتی حکومت مرکزی همه با سوال برانگیز است که چرا خاموش نشستن فصلی که حالا ما میتونیم که خوب اقدامات درست بکنیم و یاره یک اندازه ضعیف بسازیم، ولی میبینیم که هیچ عمل صورت نمیگیره. کی هم یک سوال است که در ذهن مردم پیدا میشه، و اگر رمی همینطور خاموش بانن، برنامه نداشته باشن، استراتژی نداشته باشن، با می قسم بانه ما و شما شاهد خونین ترین جنگای دیگه در گرمای سال آینده هستیم و باز دامن جنگ وسط پیدا میکنه، باز جمع کردنش نسبت به حالی که ما خوبتر میتونیم و وقت نمیتونیم. سپاس از شما محمدی سبران. چیزی که اشاره شد بان، از یک سو مقامات حکومتی هر بار گفته شده داعش خیلی یک هسته خرد میدانند و میگن که تهدید خیلی جدی بر افغانستان نیست، از سوی دیگر هر آن چیزی که گل افغان سر به اشاره داشتن، اگر با این تهدید جدی که حال هسته گذاری شده مقابله جدی صورت نگیره، باز یک وقت خواهد شد که توانایی حکومت در محو نابودی از او خیلی مشکل خواهد بود. بدون شک من فکر میکنم که هر تهدیدی را که در داخل افغانستان خصوصا از آدرس گروه های افراطی و تروریستی باید جدی قلم داد شود، به دلیل ای که خب یا اهداف بسیار کلان را ممکن در داخل افغانستان و فراتر از او تعقیب بکنن. خب جدیت بارها گفته شده که جنگ ها صورت گرفته، مبارزات در صفحات حوزه شرق افغانستان در برابر داعش صورت گرفته، اما آن چیزی که گل افغان به او اشاره داشتن، دستاوردهای ما نیز نداشتیم در ارتباط از اینکه محو یا کامل گروه داعش در شرق افغانستان. خب شاید هم یک اندازه محو کامل مشکل باشه، به دلیل ای که جنگ ها تا امروز جنگ جبهه‌ای منظم نیست، جنگ های چریکی، جنگ به اصطلاح جنگ و گریز. خب فکر نمیکنید در این هسته گذاری، در این جنگ و گریز که کامیابی و ما پیروزی و دستاورد نداشته باشیم، پس چه وقت باز وقتی که سالهای دیگه گفته گل افغان صاحب او وقتی که باز وا هسته گذاریشون خیلی وسیع شد در افغانستان در نقاط دیگه باز هسته گذاری کردن، او وقت باز خواهد تانستیم که با یا در جنگ باشیم؟ و من فکر میکنم این جزء وظایف اولی تامین امنیت بلد. جزء وظایف و اهداف اولی حکومت افغانستان هست و باید باشه و هر نوع مسامحه در این امر طبیعتاً کدام توجیه منطقی برش وجود نداره، اما او چیزی را که منطقی تر آدم باید برش برخورد بکنه این است که با توجه حالا با ظرفیت را که نیروهای نظامی افغانستان دارن و متاسفانه با توجه به حالا او عدم وحدت نظری که بین رجال سیاسی و دولت مردای افغانستان وجود داره، یک اندازه دشوار می‌سازه مبارزه و قلع و قمع و ریشه‌کن ساختن گروه‌های از این قبیل. ضمن اینکه فراموش نکنند مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان صرف مسئولیت دولت افغانستان نیست، به دلیل اینکه تروریسم یک تهدید نه تنها منطقه‌ای که فراتر از حالا منطقه‌ای که ما در او زندگی میکنیم باشه، در حقیقت تهدیدی است بر علیه تمام جوامع و کشورهایی که در این کره خاکی حضور دارند. بنابراین این به نوع تشریک مساعی تمام قدرت ها را حالا چی در سطح منطقه و می پیدا میشن نزد مردم که هرگاه تروریسم پدیده فراتر از منطقه و جهانی حساب میشه، پس چرا در افغانستان مبارزه قاطع با این صورت نگرفت، هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف نیروهای افغانستان؟ در آن چیزی که شما گفتین با این تجهیزات نیروهایی که 350,000 قلم داد میکنند که ما 350,000 نیروی مسلح مجهز داریم، پس چگونه؟ من فکر میکنم چند مشکل جدی تا امروز در امر مبارزه با تروریسم وجود داشته. اول تعریف های متعددی که از تروریسم نزد کشورهای بزرگ وجود داشته، به عنوان مثال زمان این کشورها میاین یک گروه یک جریان را گروه تروریستی نام میمانند که این گروه در مقابل اهداف و منافع
از او قرار داشته باشه. و این امر باعث شده که ما تا امروز علی رغم ای که حالا شاید هزارها نیروی خارجی در داخل افغانستان حضور فیزیکی داشته باشند و از نقطه نظر کمی چیزی در حدود شاید 48 بیشتر یا کمتر از او کشورهای جهان در امر مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان حضور دارند، ما شاهد به اصطلاح تشریک مساعی و وحدت نظر بین این کشورها در امر مبارزه با تروریسم نبودیم. سپاس. هر کدام از ایا در امتداد اهداف و منافع خاص خودشان تعریف ارائه میکنن از تروریسم و این تعریف های متعدد باعث شده که به اصطلاح او تشریک مساعی و او وحدت نظر وجود نداشته باشه و الزاماً زمینه را مساعد ساخت برای گروه های تروریستی در داخل افغانستان که بتانند دوباره خودشان را تجهیز بکنند و با یک نیروی تازه بیاین وارد عمل شوند و اهداف خود تعقیب تشکر بکنن. گل افغان صاحب، بران چیز را که محمدی صاحب به او اشاره داشتن، تعریف های متفاوت از تروریسم نزد جامعه جهانی بعضاً باعث کندی کار در روند مبارزه با تروریسم بخصوص در افغانستان شده، آیا شما میپذیرین؟ ما البته در ارتباط نظر شخصی خود ما ایسته که کشورهایی که دخیل در مبارزه با تروریسم بودن و به می نام داخل خاک افغانستان شدن که ما با القاعده و تروریسم مبارزه میکنیم، اهدافشان همی بود. وقتی که داخل شدن، او چیزی که توقعات مردم ما بود و او چیزی که او شعار می دانن عمل به او قسم نکردن. ما و شما شاهد از این هستیم که جامعه جهانی که در رأس امریکا بود فعلا حضور فعال هم در افغانستان داره، ولی آن چیزی که توقعات مردم بود و آن چیزی که ایجاب میکرد که چه قسم مبارزه باید با تروریسم شود نشد. آن آرزو و توقع مردم چرا برآورده نشد گل افغان؟ آرزو و توقع یا صادق نبودن، اهداف خودم میخواستن رو کار بکنن. آن اهداف که پشتشان میگشتن چی بود؟ هدفشان طبعا ما و شما میبینیم در افغانستان امروز پاکستان و هندوستان، میدان جنگش افغانستان، عربستان، ایران، روسیه و امریکا، یا به اهداف بزرگ خود افغانستان یک قسم نگاه کردن که بتانن به اهداف خود برسن و او چیزی که لازم است. افغانستان مرکز یا جایگاه جنگای نیابتی کشورهای جهانی خواهد بود؟ تا وقتی که ما واقعا یک استراتژی درست با منطقه، با همی کسایی که با ما همکار هستند پیمان امنیتی امضا کردن، یا واقعا استراتژی واضح و درست در قبال افغانستان نداشته باشند و بازی های سیاسی و پشت پرده خود داخل افغانستان و از افغانستان قربانی بگیرند، ما نمیتانیم صاحب صلح یا آرامش شویم. همه روز توطئه روان است و ما و شما همه روز میبینیم که افغانستان قربانی میته و نفع و اهداف دیگرا. پرسشی که قبلا از محمدی صاحب داشتیم، با این همه نیروهای مجهز در اردو و نیروهای امنیتی کشور، با حمایه نیروهای خارجی در افغانستان، پس چگونه است که جنگ در افغانستان بعضاً به نفع دشمن رقم میخورد؟ ما ببینه در شرایط امروزی و جنگایی که پشت سر گذاشتاندیم که حالا هوا سرد است کم کمتر شده، همیشه نیروهای امنیتی ما دفاعی بودن و حمله کننده و تهاجمی و پیش می آمدن. ما هیچ وقت حملات نداشتیم که تهاجمی حمله بکنیم و جایی را که از دست دادیم یا نقاطی را از دست دادیم از دشمن یا تروریسم بگیریم. همیشه ما دفاعی بودیم و شما ببینید که چقدر تغییرات آمده در اروزگان، در هلمند، در قندوز، تمام جای پیش طالب است. صرف مرکز پیش حکومت مرکزی است. دیگه تشویش و مشکلات ما همیست که یا یک برنامه و استراتژی، چون ما همه چیز ما وابسته به بیرونی است، ما اختیار جنگ و صلح خود ما نداریم. بله. اگر وقت اختیار جنگ خود داشتیم طبعا اختیار صلح خود ما میبودیم. سپاس از شما. محمدی صاحب، آن برنامه و استراتژی منظم باید که حکومت افغانستان در قبال محو تروریسم در افغانستان بخصوص با افراطیت دارد، چی برنامه ها و استراتژی ها باشه و باید کی ها تطبیق کنند؟ من فکر میکنم حکومت افغانستان در بد و امر تعریف مشخص باید از حالا گروه های تروریستی و گروه های افراطی در داخل افغانستان داشته باشه. خب یک تعریف مشخص دارند که به گروه های تروریستی کدام گروه ها گفته میشه و جنگ افغانستان. من فکر میکنم تا امروز حداقل وحدت نظر در امر تعریف مشخص از تروریسم بین دولت مردای افغانستان وجود نداره. هر کدام تعریف به زعم خود تعریف دارند. بله. بعضیشان برادر، بعضیشان دشمن، بعضیشان تروریست و از این قبیل. بعد همونطور که قبلا اشاره شد، منابع تجهیز و تمویل
تروریسم در داخل افغانستان باید خشکانده شود. تروریسم ارتباط تنگاتنگ با پدیده‌های مانند مواد مخدر، مانند فقر، مانند بی‌سوادی و ازیا داره و تمام ازیا با عنوان حلقه‌های زنجیر یک سیکل بسیار کلان را شکل میدن که این قوام و دوام تروریسم و خشونت در داخل افغانستان را تضمین میکنه. شک در این داریم مادام ای که قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر در داخل افغانستان وجود داشته باشه، منابع تمویل گروه های تروریستی در داخل افغانستان خواهد بود و این گروه ها با قوت در اینجا حضور خواهد داشتن. ضمن ای که تشریک مساعی حکومت افغانستان و جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم یک امر حتمی است. سپاس از حضورتان در برنامه مهمانان گرامی و تشکر از شما بیننده گرامی که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. بعد از میان برنامه کوتاه همکارم رازقیار مرور دارد بر سرخط اخبار و سایت های خارجی. تا برنامه دیگر که بازم در خدمت قرار میگیرم تمامی شما را به خداوند پاک میسپارم. موفق و کامگار باشید. سلام و وقت بخیر، من رازقیار هستم و بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید. واکنش وزیر دفاع روسیه در مورد حضور داعش و جبهه النصره در افغانستان، مواجه شدن طالبان با مشکلات مالی و سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بلخ مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است. وزیر دفاع روسیه میگوید حضور گروه داعش و جبهه النصره در افغانستان امنیت جهانی را با تهدیدهای نو روبرو می سازد. نظر به گزارش خبرگزاری ایترتاس روسیه، او گفته با حضور گروه موسوم به دولت اسلامی و جبهه النصره در افغانستان و استفاده آنها از هر نوع امکانات دست داشته، تهدیدها نیز افزایش یافته است. وزیر دفاع روسیه افزوده است منظورش از امکانات، اسلحه و طرز العمل‌های نو در حملات مسلحانه می باشد. طالبان با مشکلات مالی مواجه شدند. روزنامه گاردین گزارش می دهد بنابر افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات طالبان، تمویل کننده های طالبان از کمک مالی با این گروه دست کشیدند. ملا رحمت الله کاکازاده، دیپلمات بلندپایه رژیم طالبان، به روزنامه گاردین گفته است با آنکه طالبان در یک سال گذشته در میدان نبرد پیشرفت‌های داشتند، اما طالبان از لحاظ مالی با گذشت هر روز ضعیف می‌شود. در گزارش گفته شده است حالا طالبان از لحاظ مالی در حد ضعیف شدند که دیگر قادر به پرداخت هزینه تداوی افراد زخمی این گروه در شفاخانه‌های خصوصی پاکستان نیستند. روزنامه واشنگتن تایمز در مورد نیروهای امنیتی افغان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، نیروهای امنیتی افغان این توانایی را ندارد تا مناطقی را که در چند ماه گذشته به دست طالبان سقوط کرده بدون حضور گسترده نیروهای آمریکایی پس بگیرد. واشنگتن تایمز این را بر اساس بررسی‌های یک مرکز تحقیقاتی گزارش می‌دهد و می‌افزاید در دو ماه گذشته حملات طالبان و گروه داعش علیه نیروهای افغان، آمریکایی و نظامیان ائتلاف بین‌المللی افزایش یافته است. ریلیف وب یک نشریه دیگر غربی است که در مورد بازگشت کننده ها به افغانستان مقاله را نشر کرده است. این صفحه اینترنتی در گزارش تازه‌اش می‌نویسد که شماره بازگشت کننده ها در جریان امسال در مقایسه به سال 2015 میلادی دو برابر شده است. ریلیف وب که گزارش نهادهای کمک رسان را تحت پوشش قرار می دهد، همچنان یاد آور شده که سازمان بین المللی مهاجرت کمک ها با افغان های بی اسناد را آغاز کرده است. به نوشته ریلیف وب، سازمان بین المللی مهاجرت بیش از پایان سال 2016 میلادی از جامعه جهانی خواهان کمک 21 میلیون دلار برای همین افغان ها شده بود. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، مشوره داده که مواظب وعده های روسیه باشد. جان برینان، رئیس CIA، در گفتگو با BBC گفته در مورد تمایل روسیه برای هر نوع توافق ابراز تردید دارد و گفته که این کشور تا زمان تمایل به این کار نخواهد داشت که امکانات توانایی دستیابی به موفقیت‌های تکتیکی میدان نبرد را داشته باشد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که او تلاش خواهد کرد تا روی برخی مسائل مانند مبارزه علیه گروه دولت اسلامی با روسیه بیشتر از نزدیک کار کند. و روزنامه هشت صبح می نویسد که سفر رئیس جمهور غنی به بلخ و تلاش های اخیر سیاستمداران و چهره های پرنفوذ
برای نزدیکی و همسویی بیشتر خبر خوش است. اشت صبح نوشتک حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی با انسجام درونی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد. اشت صبح افزوده که در وضعیت که بقای نهادهای دولتی در افغانستان در خطر است، ایجاب نمی کند که سیاستمداران تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی به جان هم بیفتند. از همراهیتان تشکر، تا بعد، خدا نگهدار.